دوستان عزیز بیننده خدمت شما سلام عرض می کنم این سری برنامه هایی که تهیه کردیم در مورد بشارت هست همونطور که اطلاع دارید انجیل به معنی خبر خوش هست و خبر خوش گفتنی هست باید خبر خوش رو با دیگران در میان بگذاریم من خاطرم هست وقتی که جنگ ایران و عراق به پایان رسید من خیلی خوشحال بودم و صلح برقرار شد بین دو تا کشور و وقتی که این خبر به من رسید تلفنی حضوری این رو به همه اطلاع می دادم خبر صلح رو به همه اطلاع می دادم همینطور وقتی که یادم هست اولین فرزند ما متولد شد من و همسرم به دوستان به آشنایان به فامیل عزیزانمون این خبر خوش رو اطلاع می دادیم خبر خوش گفتنی هست و باید اون رو با دیگران با کسایی که دوست داریم در میان بگذاریم در مورد انجیل هم به همین صورت هست خبر خوش نجات رو ما باید با دیگران در میان بگذاریم خبر خوش نجات در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 اینه زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد یک نکته مهم در اینجا اینه که کسی که خودش هنوز خبر نجات رو نشنیده تجربه نکرده شنیده ولی تجربه نکرده در واقع این رو مایل نیست تمایلی نداره که این رو به دیگران برسونه و مشکل بیشتر افراد همین هستش چون خودشون فیض خدا رو محبت خدا رو تجربه نکردن چطور میتونن این رو با دیگران در میان بگذارن افرادی هم هستن که واقعا نجات پیدا کردن ولی هنوز اطمینان از نجات ندارن. به خاطر همینه که از گفتن این خبر خوش به دیگران امتناع کنن که در مورد در آینده ما در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد و بیشتر توضیح خواهیم داد. یک نکته مهم در شروع این جلسه باید خدمتون عرض بکنم و اونم اینه که ما شاهدان مسیح هستیم و فقط گفتنی نیست. بلکه باید اون رو زندگی بکنیم خبر خوش رو ما باید زندگی بکنیم تا ما خود ما یک مدرک زنده ای باشیم بر اون چه که میگیم چون یک زرمان مسئله خارجی هست که اینطور میگه اعمال تو اینقدر بلند بلند حرف زد که من صدای خودت رو نشنیدم پس این رو ما باید بدونیم که خبر خوش رو ما موظف هستیم به دیگران برسونیم اما بشارت چی است؟ بشارت وظیفه کی هست؟ بشارت وظیفه هر شخص مسیحی است. بشارت دل بخواهی نیست. این دستور عیسی مسیحه. عیسی مسیح دستور داد. در متا باب 28 آیه 18 عیسی مسیح فرمود تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و تمام قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. به این معمولا گفته میشه فرمان اعظم عیسی مسیح این یک دستوره که ما باید با دیگران راجع به عیسی مسیح صحبت بکنیم پس ملاحظه میکنید بشارت مخصوص مبشری نیست وظیفه هر شخص مسیحی هست که راجع به عیسی مسیح با دیگران صحبت بکنه معمولا بعضی از افراد میان پیش من و میگن که میشه لطفا برای نجات پدرم دعا کنید برای نجات مادرم همسرم فرزندانم دعا بکنید و اولین سوال من از این دوستان اینه که آیا خودت تا به حال راجع به عیسی مسیح با اونها صحبت کردی؟ چون انتظار نداشته باشیم که خدا فوجی از لشکرهای آسمانی رو فرشته ها رو بفرسته تا اونها راجع به عیسی مسیح با عزیزان ما صحبت بکنن وقتی کسی نجات پیدا کرده خدا انتظار داره خدا اون شخص واقعا این کار رو بکنه در واقع خدا مسئولیت نجات اون شخص رو به عهده شما گذاشته و شما باید این رو به اونها بگید و این خبر خوش رو به اونها اطلاع بدید پولس رسول در دوم قرنتیان باب 5 آیه یازده اینطور میگه بنابراین چون ترس و احترامی نسبت به خدا در دل ما هست میکوشیم تا مردم را به سوی نجات هدایت کنیم احترام و اون تحصیل که نسبت به خداوند داره میگه ما تلاش میکنیم این خبر خوش رو به دیگران برسونیم و این وظیفه ماست به خاطر اون احترامی که خدا پیش ما داره به خاطر کار بزرگی که خدا تو زندگی ما انجام داده شما ملاحظه بکنید اگر به یک بیماری خیلی وحشتناکی کشنده ای مبتلا شدید که تمام دکترها شما رو جواب کردند و گفتن هیچ علاجی هیچ دارویی برای شما نیست و شما محکوم به مرگ هستید و شما نامید شدید یک شخصی از راه میرسه به شما دارویی رو پیشنهاد میکنه که میگه این باعث شفای شما خواهد شد شما چه عکس عملی نشون میدید خب اون دارو رو میخورید و شفا پیدا میکنید و بعد اون شخص به شما میگه من قادرم هر کسی که این بیماری رو داشت به اندازه کافی دارو دارم که اون رو در اختیار رو همه بذارم اگه کسی رو دیدی به بیماری شما مبتلا هستش اون رو به من معرفی کن شما چه عکس عملی در مقابل این مسئله نشون میدید؟ آیا خجالت میکشید؟ آیا ترس دارید؟ آیا نگران هستید مردم قبول بکنن یا نکنن؟ یا نه اینکه با شجاعت با افتخار میرید به اونها میگید که نگران نباشید چون داروی شفای شما آماده است و کسی است که میتونه شما رو شفا بده ما ایرانی ها معمولا هر برای هر مرضی پیشنهاد میدیم که این رو بخور اون رو بخور مثلا اگه کسی سنگ کلیه داره بهش میگیم آب هندونه بخور من خودم خاطرم هست وقتی که سنگ کلیه داشتم به من پیشنهاد میدادن چیزایی میگفتن که اصلا خودم تا حالا نشینده بودم آب اندانه بخور نمیدونم آب تروب بخور خار شطور بخور و از اینجور چیزا وقتی کسی سرما میخوره بهش میگیم که گل گاف زبان بخور نمیدونم بهتونه رو خیس کن بخور آب لیمو اصل آب گرم ولی در مورد نجات یک نفر ما چطور میتونیم به او توصیه ای نکنیم وقتی که میدونیم داره به مرگ ابدی به هلاکت ابدی فرو میره چطور میتونیم ساکت بمونیم و این رو با اونها در میون نگذاریم این وظیفه هر کدوم از ما هستش که راجع به این موضوع با اونها صحبت بکنیم کتاب مقدس به ما میگه همه مبتلا به بیماری کشنده هستند نام این بیماری گناه است در رومیان باب 3 آیه 23 میگه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشند در رومیان باب 3 آیه 10 اینطور میگه همه گناه کردن در تمام عالم حتی یک بیگناه هم یافت نمی شود در آیه 12 ادامه میده همه از او رو برگردانیدند اگر به این معتقد باشیم اگر این رو باور کنیم پس باید مطمئن باشیم که عاقبت وحشتناکی در انتظار مردم بی ایمانه که شامل عزیزان ما هم میشه فامیل ما هم میشه چون در رومیان باب 6 آیه 33 این طور میگه مزد گناه مرگه در متا باب 25 آیه 46 این طور میگه گناهکاران به کیفر ابدی خواهند رسید پس به عنوان یک مسیحی که تجربه نجات رو پیدا کردیم موظفیم که خبر خوش نجات رو به اونها برسونیم تا اونها رو از حلاکت ابدی نجات بدیم پس این رو یقین میدانیم این رو باید بدونیم که بزرگترین خدمتی که شما به یک شخصی میتونید بکنید پول قرض دادن نیست خرید خونه برای اون شخص نیست حتی بزرگترین برایش کار پیدا کردن نیستش برایش کارش رو انداختن نیست حتی برایش دعا بکنید اگر به یک بیماری مهلکی کشنده ای مبتلا بود شفا پیدا بکنه این بزرگترین لطف اینا خوبه ولی بزرگترین لطف اینا نیست بزرگترین لطفی که به یک نفر میتونید بکنید اینه که راجع به نجات عیسی مسیح با او صحبت بکنید و او با بخشش گناهان مسیح از این خبردار بشه و بتونه این فرصت رو به اون شخص بدید تا این رو تجربه بکنه باید بدونیم که طبق انجیل بزرگترین محبت خدا نسبت به انسان خلقت آسمان و زمین و اون چه که هستش نبوده کلام خدا این رو به ما میگه بزرگترین محبت خدا به انسان آمدن عیسی مسیح بود در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 این رو به ما میگه میگه زیرا خدا جهان را آنقدر منز آنقدر یعنی بی نهایت محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد پس برای بشارت دادن عزیزان لازم نیستش که همه کتاب مقدس رو ما حفظ باشیم همه چیز رو بدونیم استاد الهیات باشیم تا در این مورد راجع به نجات مسیح با کسی صحبت کنیم قهرمان ایمان باشیم چون بعضی ها این بهانه رو میارن که من هنوز تجربه کافی ندارم من هنوز نمیدونم چی باید بگم چه جوری بگم که در طول جلسه در طول برنامه راجع به این هم بیشتر سعی میکنیم صحبت بکنیم خدا از ما انتظار داره که شاهد امینی برای او باشیم و راجع به این موضوع با دیگران صحبت بکنیم خدا از ما انتظار داره که کلام خدا رو با شجاعت با افتخار با اشتیاق به دیگران برسونیم چون اگر ما این رو تجربه کردیم ما مسئول هستیم راجع به این موضوع با دیگران صحبت بکنیم پس چه فایده داره؟ از طرفی هم من افرادی رو میشناسم که فن بیان دارن اطلاعات کافی دارن از کتاب مقدس همه چیز رو خیلی خوب میدونن اما متاسفانه اشتیاق گفتن خبر خوش انجیل رو به دیگران ندارن این اشتیاق رو ندارن و این خیلی بده که ما چیزها رو بدونیم اما احساس مسئولیت راجع به خبر خوش انجیل نداشته باشیم دوستان عزیز اجازه بفرمایید که یک استراحت کوتاهی داشته باشیم و بعد مجددا در خدمت شما خواهیم بود دوستان عزیز مجددا به برنامه خوش آمدید اگه خاطرتون باشه در آخرین قسمت اینطور صحبت کردیم که برای بشارت دادن لازم نیست ما قهرمان ایمان باشیم همه کتاب مقدس رو حفظ باشیم یا خیلی چیزای جزئی هم حتما باید بدونیم تا ایمانمون رو با افراد در میان بذاریم نه اینطور نیست چون این یک بهانه ای است برای عده زیادی و تولید ترس کرده برای عده زیادی که ما چون اینا رو نداریم نمیتونیم بشارت بدیم چیزی که در بشارت مهم استش اشتیاق شما هست برای دادن خبر خوش به دیگران احساس مسئولیت شما در واقع است نسبت به این خبر خوش که شما باید این خبر خوش رو به دیگران برسونید و این مهمه این مسئله بسیار مهم استش خاطرم هست شخصی در کلیسای ما بود که ایمان آورد بعد از این مدتی وقتی که راجع به بشارت صحبت کردیم که وظیفه همه ما هستش از او پرسیدم که به خانواده تا حالا راجع به عیسی مسیح صحبت کردی و با, با کمال تعجب این شخص گفت نه و از وضع بد خواهرش صحبت کرد و گفت که خواهر من در شرایط خیلی سختی هست و متاسفانه پسرش معتاد شده و نمیدونه چی کار بکنه و من براش فقط دعا میکنم با هم دعا کردیم و تشویقش کردم گفتم خواهر تو در شرایطی هست که احتیاج داره واقعا از این نجات برخوردار بشه چرا این رو دریق میکنی؟ و بعد از دعا خودش واقعا روزه گرفت دعا کرد و به خواهرش خبر خوش رسون و جالب این بود که خواهرش با عشق با گریه عیسی مسیح رو به زندگی خودش دعوت کرد و بعد خواهرش به پسرش بشارت به انجیل رو داد و پسرش رو به کلیسا آورد و پسر اون شخص از اون اعتیاد نجات پیدا کرد ببینید چه خبری ما در دست داریم که باعث شفا میشه باعث زندگی دوباره حیات جدید به دیگران میشه و ما اون رو از دیگران دریغ میکنیم پس نباید اجازه بدید هیچ چیزی باعث بشه که شما این خبر خوش رو به دیگران اعلام نکنید پولس رسول اونقدر اشتیاق داشت که میگه در کلسیان باب چهار آیه چهار میگه دعا کنید تا کلام خدا رو به بهترین نحوی به دیگران بگویم در جای دیگه میگه در, در اول قرنتیان باب آیه 16 میگه وای بر من اگر بشارت ندهم میگه وای بر من اگر بشارت ندهم این اولین و مهمترین وظیفه هر مسیحی استش که بشارت بده در انجیل یوحنا باب نو ایسای مسیح کور مادرزادی رو شفا میده این کور بی سواد بود هیچ سواد خوندن و نوشتن نداشت هرگز کتاب مقدس رو نخونده بود من امیدوارم این قسمتی کتاب مقدس رو که در باب نو انجیل یوحنا اومده واقعا یک درس پربرکتی برای همه ما باشه که واهمه داریم که ایمان خودمون رو با دیگران در میان بذاریم چون اگر خدا چنین شخصی رو با این شرایطش استفاده کرده برای جلال نامش از من شما میتونه استفاده بکنه این شخص توسط عیسی مسیح که کور مادرزاد بود نجات پیدا میکنه عیسی مسیح این کور مادرزاد رو میبینه و با آب و خاک گل درست میکنه و به چشم او میماله و برای او چشم میسازه چشم میآفرینه در واقع خب حالا این معجزه انجام شده یه عده ای شاهد این معجزه بودن کور مادرزاد رو سالهای سال دیده بودن که گدایی میکنه بالا حالا عیسی مسیح این شخص رو شفا میده و این شخص افراد میان بهش حجوم میارن یه افرادی بودن مثل فریسی ها فریسی ها علمای مذهبی بودن اینا میان جلو و میگن که چه اتفاقی برای تو افتاده و میخوان این معجزه رو بی ارزش بکنن کم رنگش بکنن در واقع این شخص نابینا هیچ اطلاعاتی راجع به عیسی مسیح نداشت که او کی است میگه من نمیدونم این پیغمبر بود یا کی بود اینو میدونم که اومد من نابینا بودم با آب و خاک گل درست کرد روی چشمای من مالید و بعد گفت برو در حوض سیلوها بشور تا شفا پیدا کنی و من دقیقا میگه این کار کردم و بینا شدم فریسی به این اکتفا نکردن مجددا رفتن پیش پدر مادر این کور مادرزاد و گفتن جریان چیه چه اتفاقی افتاده پدر و مادر ترسیدن اده زیادی واقعیت رو میبینن معجزه رو میبینن ولی واقعا چقدر بده که از گفتن حقیقت امتنا میکنن پدر مادر از ترس به خاطر موقعیتشون میگن که ما نمیدونیم برو از برید از خود پسرمون سوال کنید مجددا میان سراغ پسر یعنی اون کور مادرزاد و بهش میگن که حالا که حالا بینا شده جریان چیه و به اون میگن که ببین این اتفاق حتما خدا تو رو شفا داده نه عیسی مسیح بنابراین به خدا فقط ایمان داشته باش اون یک شیاده گور میگه من اینا رو نمیدونم اون کی هست من اینو میدونم کور بودم حالا بینا شدم و او این کار رو در مورد من کرد عزیزان این کاریه که ما مسئولیت داریم در مقابل خبر خوش انجیل به دیگران برسونیم ما موظفیم این خبر رو با افتخار به دیگران برسونیم برای همین شاید پولس رسول میگه وای بر من اگر بشارت ندم چون پولس رسول میدونست خدا در زندگی او چه فیضی داده و چطور او را نجات داده و برای همین هیچ آر نداشت از دادن خبر خوش به دیگران حالا قسمتی که ما باید بدونیم اینه که ما شاهد عیسی مسیح هستیم ما لازم نیست گفتیم کتاب مقدس رو بدونیم ما شاهدان هستیم اونچه که برای تو اتفاق افتاده اون رو تجربه کردی به دیگران بگو لازم نیست راجع به الهیات مسیحی صحبت بکنید. پس بشارت عزیزان مخصوص مبشرین نیست که بگیم اونها باید این کار را انجام بدن بلکه وظیفه هر مسیحی است در امر بشارت شما بزرگترین محبت بزرگترین لطف رو به یک شخصی انجام میدید در واقع شما حامل بی‌نظیرترین خبر دنیا هستید شما با این کار به شخص مقابل دوستی خدا رو پیشنهاد می کنید ایسای مسیح گفت دیگر شما را بنده نمی شما دوست من هستید شما دوست من هستید و ما دوستی خدا رو به دیگران اعلام می کنیم شما پاک شدن از گناهان رو به دیگران اعلام می کنیم ایسای مسیح کفاره گناهان بشر شد او مرد تا ما زنده بمونیم او قرامت یعنی بهای گناهان بشر رو در واقع پرداخت کرد شما محبت خدا رو به دیگران پیشنهاد میکنید و اونا گناهکار بودن با دریافت نجات فرزند خدا محسوب میشن شما حیات ابدی رو پیشنهاد میکنید پس ببینید همین طور میتونیم از برکات خدا صحبت کنیم و به اونا بگیم که چه اتفاقی میفته فقط همینا نیست پر شدن از روح القدس دادن روح خدا به اشخاص و همینطور حکمت خدا قوت خدا اونها میتونن هر روز تجربه بکنن پس خیلی عالیه که ما این خبر خوشو از هیچ کسی دریغ نکنیم بیاید امروز مروری داشته باشیم برای اینکه چه اتفاقی چه چیزهایی رو صحبت کردیم و چه اتفاقی برای ما افتاد و ما باید چه چیزی رو به مردم بگیم و چرا باید بگیم انجیل عزیزان یعنی خبر خوش و خبر خوش گفتنی است شما هر اتفاقی میفته و اگر یک موفقیتی تو زندگی کسب بکنید یک شغل ای پیدا بکنید یک اتفاق خوبی براتون میفته معمولا اینو با دیگران در میان میذارید اولش به عزیزان خودتون میگید به خانواده خودتون میگید و این خبر خوش گفتنی هستش خبر خوش انجیل و ما باید اون رو به دیگران بگیم و خبر خوش اینه خدا نمیخواد کسی هلاک بشه خدا میخواد همه نجات پیدا بکنن و از هلاکت ابدی به حیات جاودان انتقال پیدا بکنن و خبر خوش مجددا اینه خدا قرامت گناهان شما رو توسط عیسی مسیح و بر صلیب او پرداخت کرد و موضوع دوم اینی که دادن این خبر خوش مخصوص مبشری نیست وظیفه هر شخص مسیحی هستش که این کار رو انجام بده و این احتیاج به دانستن تمام کتاب مقدس نداره احتیاج به دانستن الهیات مسیحی نداره بلکه مثل اون کور مادرزاد ما باید بگیم به مردم چه اتفاقی برای ما افتاده اجازه ندید هیچ چیزی باعث بشه که شما رو مجبور به سکوت بکنه نه ترس نه نگرانی نه واهمه هیچ چیزی نباید اجازه بدید که شما رو وادار به سکوت بکنه ما حامل بزرگترین خبر دنیا هستیم و باید اون رو به دیگران اعلام بکنیم مردم دنیا عزیزان پدر مادر شما خواهر و برادر شما فرزندای شما محتاج هستند این خبر رو بشنون Uh, روزی یه نفر یک رویایی میبینه و رویا این بود یک ایماندار مسیحی که راجع به ایمانش با دیگران صحبت نمیکرد در این رویا میبینه که او مرده و در حضور خدا چشم باز کرده و در حضور تخت داوری خدا هست و خدا داره افراد رو میان یکی یکی افرادی که اون میشناخت میبینه که پدر و مادرش اونجا هستن خواهر برادرش اون به اصطلاف بقالی که همیشه از اونجا خرید میکرد همکاراش و خدا به اونها میپرسه شما چرا ایمان نیوردید به عیسی مسیح و کاری که او برای شما کرد و اونها با تعجب میگن ما چطور ایمان باد می آوردیم ما خبر نداشتیم و خداوند رو به این شخص میکنه و میگه تو نجات پیدا کردی و میگه بله میگه چطور اون رو از اینا دریغ کردی و این در حالیه که اون شخص میگه وقتی که نگاه پدر و مادرم همکارانم به من بود در حضور تخت داوری خدا و اونا گفتن تو چطور محبتی نسبت به ما داشتی که یه همچین لطف و بزرگی رو از ما دریغ کردی چطور یه همچین بیمحبتی رو نسبت به ما کردی چرا به ما نگفتی و اون شخص میگه وقتی که بیدار شدم خیس عرق بودم از خجالت و شرم و برای همین روز بعد توبه کردم و گفتم خداوند و منو ببخش و از همون روز به همه کسایی که می رسیدم خبر خوش انجیل رو می دادم عزیزان ما مسئولیم خدا شما را انتخاب کرد نجات داد بین فامیل شما شما یک نبی هستید در فامیلت شما نماینده ایسای مسیح هستید در فامیلت شما شاهد عیسی مسیح هستید و باید این رو خبر خوش رو به دیگران بدید من امیدوارم مطلب امروز ما به عنوان مقدمه از این سری دروس بشارت باعث تشویق شما شده باشه و این احساس مسئولیت رو بکنید نسبت به کلام خدا که همه ما مسئول هستیم مهم نیست چند وقت ایمان آوردید یک هفته است یک سال یک ماه ده سال شما مسئولیت این خبر خوش رو به دیگران برسونید با عزیزان دیگه دعا بکنید که ایماندار هستن که در وقتی که شما میرید بشارت شما رو با دعا پشتیبانی بکنن ازا بدید دعا بکنیم قبل از اتمام جلسه و از خدا بخوایم ما رو کمک بکنه در این امر مهم خدا تو رو شکر میکنیم برای نجاتمون، برای لطفی که به ما کردی ممنون هستیم برای اون شخصی که وقتی که ما به دنبال حقیقت بودیم این خبر خوش انجیل رو از ما دریغ نکرد و وفاداران اون رو به ما منتقل کرد ممنونیم برای کلام زنده تو که باعث میشه افراد نجات پیدا کنن حقیقت رو درک بکنن و فکرشون منور بشه خداوند دعا میکنیم به ما کمک بکنیم تا دیگران رو از شنیدن این پیغام محروم نکنیم به ما اون شجاعت رو بده به ما اون احساس مسئولیت رو بده تا این خبر خوش رو به دیگران برسونیم در نام عیسی مسیح دعا میکنیم آمین عزیزان تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه دیگه در خدمت شما باشیم خدا نگهدار شما